اسفند 98، بعد از ورود اولین خودروها به قطعه یک آزادراه تهران شمال، بهره برداری از این قطعه بعد از 28 سال محقق شد و مهندسان کشورمان برای ساخت قطعه 2 راهی اینجا شدند. بلافاصله کارگاه از این منطقه 1 منتقل میشه به منطقه 2 و فعالیت منطقه 2 رو ما آغاز میکنیم. حالا بعد 18 ماه مسیر رفت آزادراه با پیشرفت فیزیکی 74% در حال ساخت است. قرار محور غربی این قطعه تا پایان سال زیر بار ترافیک بره. قطعه 2 آزادراه تهران شمال، تونل 19، اینجا تونل 27 غربیه که بعد از تونل اونجا تونل 26، تونل 27، طول 440 متره. قطعه 2 آزادراه تهران شمال حد فاصله دواب شهر سانک تا پل زنگوله هست که به طول 22 کیلومتر و در دو جبهه کاری در حال ساخت و ساز هست. در حال حاضر هم عمده تمرکز ما اینه که اگر جایی مانع حقوقی وجود داره یا در تعامل با دستگاه ها و سایر موضوعات نیازمنده که ما هم پیگیری بکنیم که رفع مانع بشه، این کار زودتر انجام بشه، این وظیفه رو انشالله انجام خواهیم داد. اعتبار ساخت این آزادراه با مشارکت وزارت راه و بنیاد مستضعفان تامین شده. از نظر فنی قطعات 2 و 3 پیچیده ترین بخش آزادراه هستند با ترکیبی از ده ها کیلومتر پل و تونل. اینجا جبهه شمالی تونل البرز به طول 6.5 کیلومتر قراره تا 1 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری برسه و جایگزین باند رفته تونل کندوان بشه. این تونل طولانی ترین تونل منطقه غرب آسیا است. تونلی که مثل بقیه مسیر از طراحی تا تجهیز توسط شرکت‌های داخلی کشورمون اجرا شده و 95% پیشرفت فیزیکی داره. با بربرداری از این محدوده حدود 45 دقیقه نسبت به جاده فعلی در زمان سفر این محدوده صرفه‌جویی خواهد شد و بسیاری از ترافیک‌هایی که در پیک ترافیکی به خاطر عبور از تونل کندوان داریم دیگه انشالله نخواهیم داد و در محدوده تونل کندوان عملا رفت از داخل این محدوده تونل البرز و برگشت از داخل تونل کندوان صورت میگیره. و حالا مهندسان کشورمون همچنان دل سخت کوه‌ها رو میشکافند تا قدیمی ترین پروژه ملی کشور که روزگاری امید به ساخت اون با کمک دیگران داشتیم، این بار با کمک جوانان ایرانی به بهره برداری برسه. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.